نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. بابت هر دقیقه‌ای که وقت شما رو میگیرم جدا میافتید از فرمایشات های دکتر سروش معذرت میخوام پیش پیش. خودم بیشتر تمایل داشتم که بنشینم و شنونده فرمایشاتیشون باشم. روز 23 بهمن به نظر میرسه نمیشه. روز 23 بهمن سال 57 من که مثل الان و مثل چند سالی قبلش روزنامه‌نگار بودم در مدرسه علوی، یعنی همون جایی که همه موجودات رژیم سابق و رژیم آینده با هم توی مدرسه در یه برهه تاریخ جمع شد. سه روز طول کشید تا تصفیه شدن، هر کدوم به جایی رفتن. در اون سه روز، در میانه اون سه روز، یکی از کسایی که پایین دستگیر شده بود، مهدی رحیمی، آخرین فرماندار نظامی شاه، اون رو میشناختم. وقتی که رفتم توی اتاقی که زندانی ها بودن، اجازه گرفته بودم از آقای ربانی شیرازی، رفتم اون تو، به من یه پیغامی داد. تیمسار رحیمی، برای اطلاعتون با جناب دکتر حسین فاطمی، تنها شهید نهضت ملی نفت از اعضای کابینه دکتر مصدق بود، به همین جهت هم آشنا بود با جبهه ملی و با کسایی که مبارزه سیاسی میکردن آشنا بود، خوشنامم بود. مهدی پیغامی داشت، می‌خواست این پیغام رسونده بشه. فکر می‌کرد که خیلی همه چی در اختیاره و می‌خواستش که اون پیغام رسونده بشه به آقای خمینی. من بهش گفتم آقای خمینی اینطوری در دسترس ما نیست. گفت مگه تو همین ساختمون نیست؟ گفتم چرا هست، طبقه دوم ایشون، ولی اینطوری نیستش که هر کی فکر می‌کنی بتونه ایشونو ببینه به راحتی. و نه، گفت پس مهندس بازرگان بگو. گفتم میگردم چشم مهندس بازرگانم، این روزا خب شلوغ سرش میدونی، نخست وزیر این حرفا. گفت من به حال برای دیدن اون اومده بودم اینجا، دستگیر شدم و به هر حال اگه مهندس بازرگانم نشد به آقای سنجابی بگو. من به عهده گرفتم این کارو بکنم. یه ساعتی گشتم تو این ساختمون که ببینم که مهندس بازرگان کجاست. احمد آقای خمینی که دید خیلی من تو سر کله خودم دارم میزنم، به من یاد داد، گفت از این پله ها، این پله ها هم پله هاییست که شبش بعد اون چهار تا جنرال از این پله ها بردن بالا اعدام کردن. گفت از این پله ها برو بالا، به اون نگهبانه پشت در بگو من نگاه کنه، من بهش میگم در رو برات وا کنه، برو اون ور تو ساختمون پهلویه. ما تا اون موقع نمیدونستیم که ساختمون پهلویی هم در اختیار مرکز انقلاب قرار گرفته، ولی از تو همین ساختمون از اون پشت بوم میرفتن اون ور. بنابراین من رفتم همین کار کردم، اون نگهبان صدا کردم، اومد نگاه کرد به احمد آقا، احمد آقا بهش اشاره کرد که بره. او من قفل در باز کرد، من رفتم رو پشت بوم که از روی پشت بوم برم رو پشت بوم خونه پهلویی و از اونجا برم پایین دسترسی پیدا کنم به مهندس بازرگان. وسط راه که بودم، یعنی تو خرپشته بین دو تا ساختمون، یه چینه بود، دیدم آقای مهندس و بقیه اعضای دولت همه با هم دارن میان. ظاهرا جلسه دولت داشت میومد بره با آقای خمینی ملاقات کنه. فرصت خوبی برای من پیدا شده بود. من لب همون چینه ایستادم، کمک کردم مهندس از این ور دیوار اومدن این ور دیوار. داریوش فروهر زنده یادم اومده بود این ور وایساده بود، به بقیه پیرمردا کمک میکرد که از روی این چینه بتونن بیان این ور. در اون لحظه گفتم که آقای مهندس یک موضوع خیلی مهمیه. من فقط همینقدر گفتم، چیز بیشتر از این نگفتم. تا گفتم مهندس بازرگان انگار یک سوزنی زده باشیم به یک بادکنکی یا به چیزی، یک مرتبه منفجر شد. گفت غلط کردم، چه مسئله ای؟ باز میخوای بگی مسئله؟ همش مسئله است، نخوابیدم دو شب فلان اینا. و شروع کرد با خیلی عصبی که هیچ وقت از مهندس این شنیده نشده بود، شروع کرد شکایت کردن از فراوانی مشکلات. من پشیمون شدم از اینکه اصلا حرفمو مطرح کردم، بنابراین یه ذره خودم کشتم کنار و رفت. وقتی رفتش آقای سنجابی داشت میومد، نفر دوم سوم بود. به سنجابی گفتم آقای سنجابی، مهدی رحیمی پیغام داده، شرایط طوری است که مهدی رحیمی دارن میکشن. در این زمان مهندس بازرگان رسیده بود به ته این راه و داشت میرفت از اون پله ها بره پایین. دم در وایساد و
برگشت گفتش که چی گفتی؟ گفتم که من چیزی که میخواستم قبلا تو عرض کنم این بود. این تو شد اینا نشست رو زمین، گفت که اینا هم ریختن که آقای مهندس چرا فلان اینا. گفت نه دیگه، این دیگه شوخی نداره، نمیشه. اگه ما از همینجا وای نستیم نمیشه. من به ذرس قاطع به عنوان آدمی که کاری غیر از این که چشمان باز باشه و خبرنگاری کنم و گزارش کنم کار دیگه ای نداشتم توی 40 سال گذشته و کتابی نوشتم 1000 صفحه است، 275 روز بازرگان. یه موقعی من از بازرگان یکی از پیرمردای قدیم ازش پرسید این جوان اینجا چی کار میکنه، گفت این فضول معرکه است. فضول معرکه بودم. به ذرس قاطع به شما عرض میکنم که در 23 بهمن سال 57 هیچ کس چنین دغدغه‌ای نداشت، هیچ کس نداشت. یعنی حتی برای نمونه یک نفر هم دغدغه این رو که یه مخالفی داره کشته میشه آیا حقوقش بهش رسیده یا نرسیده نداشت. هیچ وقت هیچ کس نداشت. نه تنها نداشت، بلکه اصولاً اون تب جنون که اسمش شده انقلاب و یه جنون رومانتیکی هم هست اتفاقاً، و معلوم نیستش که چطور یه آدم‌های خیلی دلرحمی رو هم وادار می‌کنه که در یه لحظاتی همه انقلابی میشن و فریاد اعدام اعدام سر میدن، همه رو گرفته بود. من باورم هست فقط مهندسم. این خط با آقای مهندس بازرگان ادامه پیدا کرد به تصادف روزگار، چون رحیمی رو که خب همون شب اعدام کردن، ولی بعدها خب آدم‌های دیگه بودن می‌رفتن بدن. من یه روزی رفتم خونه ارتشبود قرنی، شبی برام خونه‌ای که بعدن ایشون همونجا ترور کردن تو خیابون جمع تهران، نمیدونم شما کدوم تو میشناسید اونجا رو. رفتم اونجا و قصدم این بود که مهندس ببینم و یه چیزی برای ایشون تعریف کنم، و اون این چیز این بود. من اجازه داشتم که فیلم بگیرم از دادگاه‌های اولیه و همینطور احیانا مصاحبه کنم. واسه یک شبی رفته بودم به زندان لویزون. زندان لویزون زندانی بود که برای افسرهای رژیم سابق بود. در اونجا که بودم آدم انتخاب میکردم که بیاد مصاحبه کنیم باشه. مصاحبه معروفی اون زمان کردم با بدیعی که در همه جای دنیا منعکس شده. خود شاه هم تو کتاب پاسخ به تاریخ یه فصلیش همون مصاحبه منو نقل میکنه و اسم اون فصل هم گذاشته مثل موش مرده، که حرف بدیعی بود در اون مصاحبه. اونجا یه آقای، یه مرد محترم میان سالی از طبقه دوم پرید پایین، اومد و من گفتش که حوصله داری با حرف بزنم؟ گفتم بفرم. گفت که من اسمم سرهنگ ایزدی مقدمه، سرهنگ محمد ایزدی مقدم، نمیدونم شما کدوم تو میشناسید. ایشون افسر توپخانه است. معلوم شدش که ایشون در زمان، از زمان شریف امامی، یعنی از 4 ماه قبل از انقلاب، یکی از 2 توپی رو که در بلندی‌های فراز تهران کار گذاشته شده بود بر روز مبادا، یکیش سرهنگ اونجا بوده. اون یکی هم تحت فرمانده ایشون بوده، ولی ایشون تو اون توپ بوده. یه اتاقکی بوده، سرهنگ و یک سربازی اونجا بودن، و اون توپی که تنظیم شده بوده، یکیش رو محل ساختمون 14 طبقه جام جم، یعنی ساختمون رای تلویزیون، یکی هم روی همین ساختمونی که خدمتتون عرض کردم، یعنی مدرسه علوی. و این موشک ویزورش تنظیم شده بود رو مدرسه علوی.